هفتم اردیبهشت ماه 1397 خورشیدی و 27 آوریل 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به جسد مومیایی یافته شده در محل آرامگاه رضا شاه پهلوی. پرده آخرم آخر برنامه. قبل از تقدیمی خدمتتون عرض کنم که طبق روال معمول برنامه‌های صدای آمریکا، نظر مهمانان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی، بذارین یه توضیح بدم. بنا به آمار مرکز آمار ایران، در سال 1396 نرخ بیکاری جوانان 15 تا 29 ساله 25.3% بود است، یعنی از هر 4 نفر یه نفر بیکار، و این تازه آمار رسمی دولتی است. وعده های رئیس دولت رو برای ایجاد شغل و کاهش نرخ بیکاری که از انتخابات 92 تا حالا همیشه ایشون با اون لحن و نگاه عاقل اندر سفیه هی تکرار میکنه، هممون بارها دیدیم و شنیدیم. اینقدر دروغ میگه ایشون که حتی وزیر خودش ببینید چجوری تعجب میکنه. من همواره تاکید کردم که اشتغال مردم نباید آسیب ببینه. آماری که وزیر ارتباطات در سال گذشته اعلام کردن 2 میلیون اشتغال در این فضا، که من گزارشاتی که اخیراً دست من رسیده این اشتغال بالاتر از اینه. بیشترین آمار بیکاری تو فارغ التحصیلای گروه کامپیوتر طبق رده‌بندی که حالا خدمتتون عرض می‌کنم. اون وقت روحانی میگه فقط تو یک سال بیش از 2 میلیون شغل در حوزه فناوری ارتباطات تولید کردیم. با آقای رئیس ارتباطاتش هم در دولت اینجوری یه دفعه شوکه میشه. سعید نمکی معاون توسعه اجتماعی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران سه‌شنبه 4 اردیبهشت گفت امروزه 42% از بیکاران در مقطع لیسانس یا فراتر هستند. به گزارش خبرگزاری مهر، در بین گروه‌های عمده رشته تحصیلی بیشترین نرخ بیکاری به ترتیب مربوط به گروه‌های علوم کامپیوتر با بیش از 41%، حفاظت محیط زیست با بیش از 37%، هنر با 28% و علوم طبیعی با حدود 30%، و کمترین نرخ بیکاری فارغ التحصیلان نیز مربوط به گروه دامپزشکی است. تقدیمی این هفته به حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران. با سلام، امروز 3 اردیبهشت 1397، اینجا اهوازه، هوا هم خیلی آلوده است. ما تو انبار مواد شیمیایی شرکت نفت هستیم. اینم دوست ماست، همکارمون داره جارو میزنه، اونم جاروی بنده است و بساتش. بنده صلاح الدین کامرانی هستم، بچه کردستان، متولد 1368. بلند باید صحبت کنم چون اینجا باد میاد، نمیشه صحبت کنم صدام برسه. من لیسانسم رو دانشگاه خوارزمی گرفتم، لیسانس زمینشناسی دارم، فوق لیسانس آب زیرزمینی از دانشگاه شیراز و دکترای آب زیرزمینی از دانشگاه خوارزمی تهران. فارغ التحصیل شدم، متأهلم، کارت بانخدمت دارم. یعنی همه جور حساب می‌کنی یه نیروی کاملا آماده برای اداره کار هستم. اینم گفتنش خوبه که من تنها دکترای بومی آب زیرزمینی در استان کردستان هستم. شهرستان خودمون من اداره من منابع آب شهرستان مریوان رفتم. خیلی وقت میگن درخواست دادم برای کارشناس منابع آب، فعلا که شانس نداشتیم، نشد. اینجا هم که کار میکنم خیلی دنبال کار گشتم. خوب شد یکی از دوستان حداقل ما رو معرفی کرد به این کار، چون من متأهل هستم، خدایش خیلی تعریف شد. الان چاره ای ندارم، این کار بیمه نداره. 40 روز اینجا هستی کار میکنی، برای 40 روز دیگه هم میری دوی. امسال سال حمایت از کالای ایرانی است. به خود هم پدر من ایرانیه، هم مادر من ایرانیه، منم یک کالای ایرانی حساب میشم. من هر چیزی هم که میگم حرفا مستنده، میتونید برید از اینترنت اسم فارسی منو بزنید، صلاح الدین کامرانی، مقالات فارسی میاد. اسم انگلیسیمو بزنید، مقالات انگلیسی میاد. اخیرا یه مقاله هم چاپ کردم تو مجله واتر ریسرچ که ایمپکت 6ه. دوستانی که تو دانشگاه هستن یا میدونن سخت با این ایمپکت مقاله چاپ کردن.
من شماره تماس هم میذارم، شاید یه مسئولی کسی دلسوز با ما تماس گرفت. خدا من خیلی میتونم مفیدتر از یه جاروزن برای این مملکت باشم. من شماره تماس هم 918-418-2811. به خدا هیچ سابقه کیفری ندارم، نه خودم نه هیچ کدوم از اعضای خانواده‌ام، هیچ مشکلی نداریم از نظر شهروندی، فقط دیگه اوضاعمون اینه. سه‌شنبه 4 اردیبهشت ماه 1397 در اجرای طرح توسعه حرم عبدالعظیم و اون مدرسه علمیه‌ای که ساختن، مدرسه علمیه، بیل مکانیکی یا نمیدونم لودر خورد به محفظه بتونی و بعد از شکافتنش جسد مومیایی شده بسیار شبیه به جسد رضا شاه پهلوی که درست در همونجا دفن شده بود کشف شد. قضیه مثل توپ ترکید تو رسانه‌های اجتماعی و تو نشریه‌های پرتیراژ اروپا و آمریکا منعکس شد و تا این لحظه مدام دارن رسانه‌های آزاد به ویژه دربارش می‌نویسن، ولی تا این لحظه نظام مقدس درباره این اتفاق مهم سکوت کرده. حتی امروز که نماز جمعه شون برگزار شد و معمولاً امامان جمعه درباره کوچکترین اتفاقی که در جامعه میفته و هیچ ربطی هم بهشون نداره میان اظهار نظر میکنن و حکم میدن و تحریک میکنن مردم و اطرافیانشونو، در این باره مسئله به این مهمی یک کلمه نشنیدیم. شما شنیدین؟ کی مسئوله اگر از اتفاقی که هفته پیش افتاد تو شادولازیم هیچی رسماً و مستنداً منتشر نشده و روشن نیست؟ اگر یک روزنامه‌نگار از سایت روزاورد با عکس و مشخصات از محوطه‌ای که جسد مومیایی بیرون آمده بود، اگه بتونیم اون عکس اولین رو نشون بدیم، اولین عکس رو نشون بدیم خوبه. این حالا این عکس بله بیرون آمده بود، اگر یک روزنامه‌نگار گزارش تهیه نکرده بود و منتشر نشده بود این گزارش، کی میفهمید؟ حکومت این کارو میکرد؟ این البته وظیفه حکومت در همه جای جهانه و انجام هم میشه. تو ایران همچین خبری نیست. تقریبا هیچ وقت در ایران چنین خبری نبوده. چند تا آرامگاه شاهان در ایران داریم. از تمام 2500 سال تمدن شاهنشاهی ما چقدر مقبره و آرامگاه شاهان داریم در ایران؟ چند تا آرامگاه اهل فرهنگ و اهل اندیشه و انقلابیون مشروطه در ایران داریم؟ چقدر مردم براشون دغدغه بوده همیشه این چیزا؟ و چقدر امامزاده برای مردم دغدغه بوده؟ چرا؟ همیشه فرهنگ حاکم در خون جامعه جاری میشه دیگه، همیشه. هر موقع به هر دوره‌ای به شکلی، حکومت ها نمیخواستن مسئله مردم بشه. این واقعیات تاریخی، فکر میکردن اینجوری از مخالفاشون انتقام میگیرن، یا میترسیدن که مثلا آرامگاه انقلابیون یا آرامگاه شاهان، شاه قبلی، شاه بعدی، فکر میکرد تبدیل میشه به مثلا محل تجمع اعتراض یا میشه امامزاده. و جمهوری اسلامی در مورد محل دفن همه مخالفاش تا حالا چنین کرده. نظام مقدس مرده پرست بسا بیشتر از زنده ها از مرده ها میترسه مقدس بشن. نمیذاره آزادانه بری سر قبر کوروش، میگه برو سر قبر معصومه. میترسه کوروش جای امام رضا رو بگیره. حالا میترسه جسد رضا شاه نشانه پررنگی باشه از تقدس دوباره نظام پادشاهی در ایران و بازگشت سلطنت. البته میدونین در فضای خرافه پرور امروز نشانه های خرافی هم هست در این رابطه،
که اگه کسی اهلش باشه تعبیر بکنه. چون رضا شاه پهلوی در چهارم اردیبهشت 1305 تاج گذاری کرد، بعد در اردیبهشت 1359 آرامگاهش خراب شد، بعد در چهارم اردیبهشت 1397 درست همون روز بعد از 92 سال جسد مومیایی که به احتمال نزدیک به یقین جسد اوست از خاک بیرون آمد. اهل فال و خرافه میتونن تعبیر بکنن دیگه که چیه توش در میاد. باری یه گزارش ببینیم. رضا شاه در آلاشت مازندران زاده شد. 40 روز بعد پدرش فوت کرد. 2 ماهه بود که مادرش با او روانه تهران شد. در 12 سالگی سرباز فوج سواد کوه شد. پس از ترور ناصرالدین شاه، این فوج نگهبانی از سفارتخانه ها و مراکز دولتی تهران را بر عهده داشت. وی برای مدتی نگهبان سفارت ها در تهران بود. امضای تغییر شیفت روزانه وی هنوز در سفارت آلمان نگهداری می شود. پس از چندی صدفان گروهان 60 تیر شد و به دلیل مهارتش در بکارگیری مسلسل‌های ماکسیم به رضا ماکسیم معروف شد. خشکسالی، قحطی و بروز بیماری‌های واگیر به هنگامه جنگ جهانی اول باعث از دست رفتن میلیون‌ها نفر از جمعیت ایران شد. در سوم اسفند 1299 قوای قزاق مستقر در قزوین به سرکردگی رضاخان میرپنج و سید ضیاءالدین طباطبایی مدیر روزنامه رعد به تهران رسید و کنترل پایتخت را به دست گرفت. احمد شاه به ناچار فرمان نخست وزیری برای سید ضیاء صادر کرد و رضاخان میرپنج سردار سپه نامیده شد و به سمت وزیر دفاع منصوب شد. در سوم آبان 1302 احمد شاه فرمان نخست وزیری سردار سپه را امضا کرده و چند روز بعد تهران را به قصد اروپا ترک کرد و اداره کشور عملاً به دست رضاخان سردار سپه افتاد. مجلس مؤسسان در تاریخ 21 آذر ماه 1304 خورشیدی خاندان قاجار را از سلطنت ایران خلع کرد و آن را به سردار سپه واگذار نمود و او به عنوان رضا شاه پهلوی تاجگذاری کرد. رضا شاه در تغییر سلطنت از پشتیبانی روحانیت شیعه و میلیونی ایران برخوردار بود. با پایان جنگ جهانی اول دوران سازندگی ایران فرا رسید. یکی از نخستین تلاش‌ها استقرار حاکمیت ملی در مرزهای جنوبی و کوتاه کردن دست انگلیس از اداره بنادر ایرانی خلیج فارس بود. دولت در اردیبهشت 1305 از تجدید قرارداد 1291 با انگلیس خودداری کرد. دولت انگلیس لغو این قرارداد را نقض حقوق بین المللی دانست و با آن مخالفت کرد. سرانجام پس از 2 سال کشمکش حاکمیت بنادر جنوب بار دیگر به دست ایران برگشت. روزنامه فارسی زبان حبل المتین کلکته که بیش از 40 سال بلندگوی آزادیخواهان ایرانی بود، اقدامات مثبت دولت رضا شاه از دیدگاه آزادیخواهان را چنین برشمرد: لغو کاپیتولاسیون، احداث راه آهن سراسری، یک جانشینی یا تخت قاپور کردن عشایر، یک شکل کردن پوشش مردم متناسب با زندگی مدرن، تلاش برای رعایت حقوق زنان و عرفی کردن دادگستری. اما حکومت رضا شاه به افزایش طیف مخالفان نیز منجر شد. محدودیت‌های سیاسی و فرهنگیش با مخالفت روشنفکران مدرن روبرو شد. تخت قاپور کردن عشایر و سرکوب شورش‌های محلی و مخالفت خانها و رؤسای قبایل را به همراه داشت و برکناری یا تبعید شماری از سیاستمداران سنتی، ناخشنودی طبقه اشراف و حاکمه را. عرفی کردن دادگستری و تصویب قوانین مدنی که حذف منافع دیرینه روحانیت سنتی بود و تلاش برای شناسایی حقوق مدنی زنان که با مخالفت شدید روحانیت روبرو شد. مخالفت‌ها سرکوب شد اما از میان برداشته نشد. با این همه چندان روشن نیست اگر متفقین در شهریور 20 ایران را اشغال نمی‌کردند، این مخالفان میتوانستند تهدیدی جدی برای ادامه حاکمیت پادشاه باشند که با حذف مطالبات آزادیخواهانه مشروطیت بسیاری از مطالبات مدنی و اقتصادی این جنبش را پاسخ داده و با استقبال عامه نیز روبرو شده بود. نورا شاهسوان، صدای آمریکا. رضا شاه پهلوی در سال 1320 پس از اشغال ایران به دست متفقین با اولتیماتوم انگلیس مجبور به ترک ایران شد و سلطنت رو واگذار کرد به ولیعهد. 3 سال بعد ولیعهد وقت، منظورم محمد رضا شاه پهلوی، بعدا
سه سال بعد در شهر جوهانسبورگ در آفریقای جنوبی رضا شاه پهلوی درگذشت. به این دلیل که جنگ جهانی دوم در جریان بود، متفقین اجازه انتقال جسد به ایران رو نمیدادن. قبل از اینکه جسد رو ببرن مصر، تو همون جوهانسبورگ تشریفات مذهبی و مومیایی انجام شد که بعضیا به غلط میگن که در مصر انجام شد، در همون جوهانسبورگ انجام شد، مومیایی شد. بعد از چند روز بردن مصر و تشییع جنازه باشکوهی گرفته شد در اونجا. ملک فاروق آخرین پادشاه مصر اونجا بود و جسد به امانت در مسجد سلطنتی مصر دفن شد. 6 سال بعد، یعنی سال 1329 خورشیدی، به درخواست ایران نبش قبر شد و جسد مومیایی رضا شاه که امانت گذاشته شده بود در مسجد رفاعی مصر آورده شد به ایران، که اول از مصر جسد رو بردن عربستان طواف کعبه، بعد در جنوب از هواپیما خارج و با قطار از سراسر ایران گذشت تا به شهر ری برسد. در شهر ری نزدیک حرم عبدالعظیم، تو آرامگاهی که از قبل تهیه شده بود و عمدن 7 متر کوتاه‌تر از ارتفاع گنبد شاه عبدالعظیم ساخته شده بود تا علمای اعلام و مراجع عظام اعتراض نفرمایند، در اونجا به خاک سپرده شد. چون میگفتند که نباید از نمیدونم گنبد حضرت عبدالعظیم بلندتر باشه و فلان میشه و اسلام نابود میشه. و به هر حال درست 30 سال بعد، در سال 1359، و عرض کردم جالب اینه که این اتفاق هم در اردیبهشت انجام شد. اردیبهشت 59 خلخالی آرامگاه رو خراب کرد. خلخالی که همه چیز رو خراب کرد، از جمله آرامگاه رضا شاه کبیر رو. در خاطراتش نوشته: ما به دفتر امام رفتیم و طبق معمول از هر دری سخن به میان آمد و گفته شد زمان آن فرا رسیده که مقبره پهلوی خراب شود. این ایام مصادف بود با ورود مجدد محمد رضا شاه به مصر. سادات با پناه دادن به شاه میخواست او را در بازگشت به ایران کمک کند، ولی ما میخواستیم به او و یارانش نشان دهیم که در ایران هیچ گونه ریشه و پایه و خانه ای ندارد. یکی از انگیزه های ما در خراب کردن مقبره پهلوی همین بود. تخریب آرامگاه 20 روز طول میکشه، اینقدر محکم ساخته شده بود. خود خلخالی هم میگه به عنوان اینکه افتتاحی بشود برای تخریب، بنده هم اولین کلنگ خرابکاری را زدم. آقای ابوالحسن بنی صدر، نخستین رئیس جمهوری اسلامی ایران، اون موقع به عنوان رئیس جمهور و هم به عنوان رئیس شورای انقلاب در ایران بودن. توضیح ایشون رو بشنویم از اینکه تصمیم به تخریب آرامگاه چگونه گرفته شد، چه کسی این تصمیم رو گرفت. برشونم که من بدانم که این چگونه طی مراحل تصمیم گیری چه بوده، نه نمیدونم. به من اطلاع دادن که آقای خلخالی با عده همراه او رفتن به حضرت عبدالعظیم برای تخریب بنای مقبره رضا شاه. خب من گفتم به این که ایشون نه سمتی دارد دولتی، نه تصمیمی گرفته شده رسمی، و نه اینکه انقلاب برای این انجام شد که ما ادامه بدیم یک سنت نادرست ناقض فرهنگ و دین ما، پس باید جلوش گرفته بشه. مأمورین گزارش کردن که ایشون میگوید که از امام اجازه دارد. من به دفتر آقای خمینی زنگ زدم، آقای احمد آقای خمینی رو خواستم بپرسم که این ماجرا چیست. ایشون یک رویه ای داشت در این گونه موارد گم میشد، میگفتن ایشون نمیدونیم کجاست. خب حالا آقای خمینی هم که پای تلفن نمی آمد. بعد هم گفتم خب به ایشون، به آقا بگید که این یعنی چه. این
شما گفتید، جوابی نیامد. اون مقبره رو خراب کردن. بعد که من آقای خمینی رو دیدم از او پرسیدم که این چه، میگفتن که دستور شما بوده، شما این دستور رو دادید و این یک سنت دیرین بسیار زشتی است و این میتونه عواقب داشته باشه. در کشورهای دیگه هم میتونه اشخاصی به این عنوان که ما با این گونه بناها مخالفیم کار به تخریب بکشونم. متاسفانه بعدم این واقع شد. ایشون گفت که در حضرت عبدالعظیم جایی کسی که اون بلاها رو سر اسلام و روحانیت آورده چگونه میتونه مقبره داشته باشه اونم با اون بنا. بنابراین برای شما روشنه که با موافقت ایشون انجام گرفته. کی به شما اطلاع دادن که خلخالی رفته با یه عده مقبره رضا شاه رو خراب بکنه؟ ضمناً این نکته ای که فرمودین که خلخالی خلاف قانون این کارو کرد، خلخالی حاکم شهر بود دیگه اون موقع، بر طبق وظیفه ای که خمینی بهش داده بود این کارو کرد. همون زمانی که ایشون رفته بود اونجا خیال میکنم هنوزم کار تخریب شروع نکرده بود. اطلاع دادن یک، دو اینکه جونم قاضی کارش اجرای قانونه، قاضی قانونگذار نیست. این یکی از خطهای مهم، ذهنیت‌های غلطی است که متاسفانه هموطنان ما رفته تو ذهنشون و این توجه ندارن که مقام قضاوت مقام اجرای قانونه، نه مقام قانونگذاری و من درآوردی. قانونی وجود نداشت برای تخریب. آرامگاه رضا شاه اردیبهشت 59 تخریب شد. اون موقع چجوری نتونستین، 20 روز هم طول کشید نتونستین جلوشو بگیرین؟ شما رئیس شورای انقلاب بودین، رئیس جمهور هم بودین و همه جا هم نوشته شده. وقتی آدم نشریات اون موقع رو ورق میزنه که بنی صدر به شدت مخالف تخریب آرامگاه بود، آرامگاه رضا شاه پهلوی، چرا شما که رئیس شورای انقلاب بودین نتونستین جلوشو بگیرین؟ ببینید، اولا رئیس شورای انقلاب در رئیس قوه قانونگذاری، نه رئیس قوه مجریه. پس به عنوان رئیس شورای انقلاب اختیاری من نداشتم. رئیس جمهوری هم طبق اون قانون اساسی اختیاراتی از این نوع نداشت. با این حال مسئله این بود که انسان است و حقوق، اینکه یک بنایی رو تخریب بکنند این باید در یک جای در یک قانونی وجود داشته باشه، همچه اجازه باشه و همچه اجازه وجود نداشت. پس حق جلوگیری داشتم. و بالا به چی باید دستور بدم؟ به قوای انتظامی. قوای انتظامی کیا بودن؟ سپاه بود و عرض کنم کمیته ها بودن که اینا اختیارشون با آقای خمینی بود و شهربانی و جاندارمری که اونا هم در اون موقعیت شما میدانید که به این کار توانا نبودند. چرا حکومت شفاف نمیکنه امروز این قضیه رو؟ مسئولای حکومت که همشون سکوت کردن چون که همه واقفیم، نشریه هاشون هم که حرفای متناقض منتشر میکنن، چرا سکوت کرده توی همچین موضوعی؟ اول اینکه شما بفرمایید که کدام مسئله رو اینا روشن و شفاف با مردم گفتن که این دومیش باشه. رژیم استبدادی است. این استبداد اساس و پایش ابهامه. این هر چیزی رو بخواد روشن بکنه مطالبات دیگه هم میاد دنبالش که این اونم باید روشن کنی، اون یکی هم باید روشن کنی. این بحران اتمی کشور رو برسونده به اینجا. اینا حاضر شدن این تا امروز بگن که این اصلا این اتم چیه؟ این مردم میفهمن چیه؟ نه. پس این بنابر رویه است که این هر چیزی در ابهام باید باشه. حالا دو، بیاد شفاف کنه. فرض کنیم شفاف کرد و گفت که این بله این جنازه رضا شاه است. حالا با این چگونه رفتار کنه؟
رفتار انسانی احترام آمیز بخواد بکنه و خیلی رویه های این رژیم ناسازگاره و اونا باید در موارد دیگر هم امیدن با وقتی شما این گونه رفتار داری خب با زنده ها هم همینطور رفتار کن، اون که نمیخواد بکنه که. بذاریم برگردیم به همون سوال آخری که از آقای بنی صدر کردم. با سپاس از ایشون برای اینکه وقت گذاشتن و به پرسش‌های بنده پاسخ دادن. ببینین رسانه‌های سپاه همه سعی کردن از اول هم مومیایی بودن جسد رو انکار کنن و هم از اون جنایتی که خلخالی کرده بود دفاع کنن. حتی فارس برای مثال نوشت بعد از انقلاب افکار عمومی و گروه‌های مختلف خواستار تخریب مقبره رضاخان شدند که حجت الاسلام خلخالی و حجت الاسلام مرادی خواست عمومی را اجرا کردند. یه نشریه دیگه سپاه تسنیم نوشت جسد کشف شده باقی مانده از یک جسد طبیعی است، هیچ جسد مومیایی در این منطقه به دست نیامده، حتی چهره آن قابل تشخیص نبوده و شایعه پخش شده در خصوص بقایای این جسد صرفاً ساخته شده فضای مجازی است. بعد انصاف نیوز از قول عبدالله شهبازی که مورخ دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی است توده سابق نوشت مومیایی منصوب به رضا شاه شیادی است. ببینید سیمای جمهوری اسلامی که دیگه واقعا شده مضحکه خاص و عام در دو خبر جداگانه. مدیر کل روابط عمومی آستانه حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام با تکذیب خبر کشف جسد مومیایی در طرح توسعه ضلع غربی آستان گفت در این منطقه که پیشتر قبرستان بوده حفاری انجام نشده و با کندن بخشی از زمین بقایای یک جسد طبیعی دیده شده است. از صبح امروز در فضای مجازی شایعه شده جسد کشف شده مومیایی و متعلق به پهلوی اول است. خب ما یه تیکه دیگه هم داشتیم از قسمت دوم این سیما که تناقضی بود. من نمیدونم چرا فقط این تیکه اولش پخش کردیم. به هر حال این تیکه‌ای بود که نفی میکنه، انکار میکنه و بعد بلافاصله که میگم یعنی در یه کانال این خبر 23 بود، خبر دیگه ای در نمیدونم کانال 3 یا کانال 5 به هر حال پخش میشه که در اونجا درست برعکسش رو میگه که بله جسد مومیایی و فلان و اینها. حالا نمیدونم اگه پیدا کردیم میتونیم پخش بکنیم. ما همیشه گیره همچین داستانایی داریم. بعد از 24 ساعت که اینجوری حول همه دستگاه‌های جمهوری اسلامی پخش شده بود، نگاه‌های دیگه هم به موضوع البته از داخل خود رسانه‌های حکومت منتشر شد. خبرگزاری نیمه دولتی، حالا میگیم نیمه دولتی ایسنا، تیتر زد با پیکر رضا شاه چه کنیم. این جور تیتر زدن خب روشنه که معنای تایید این که اون جسد رضا شاه رو داره که داره خبرگزاری و نشریه مربوطه داره اونو تایید میکنه که یعنی جسدی کشف شده مال رضا شاهه. روزنامه عصر ایران آمد گزارشی رو منتشر کرد که خیلی اطلاعاتیه. خلاصه مطلب ما قبل از انقلاب میگفتن خیلی ساواکیه، الان میگن خیلی اطلاعاتیه. اما وگرای عبدالله شهبازی اطلاعاتی رو آورده تو همین گزارش، گوش بدین. یعنی ببین اردیبهشت 1329 بود که جسد مومیایی شده رضا شاه از مصر به ایران آورده شد و در این آرامگاه خاکسپاری شد. اردیبهشت 1359 آرامگاه رضا شاه به دستور صادق خلخالی حاکم شهر طی 20 روز ویران و حالا در اردیبهشت 1397 جسدی مومیایی شبیه رضا شاه در محلی که زمانی آرامگاه او بود و حالا یک مدرسه علمی است پیدا شده و گمان می‌رود این مومیایی رضا شاه است. بیل‌های مکانیکی که به قصد کندن چاه سرویس‌های بهداشتی در حال گودبرداری بودند، تقریباً در محلی که قبلاً آرامگاه رضا شاه بوده، به این مومیایی برخورد کردند. فعالیت متوقف شده و کارشناسان میراث فرهنگی پس از ورود به محل کشف جسد، تحقیقات را آغاز کردند. اما آیا جسد پیدا شده رضا شاه است؟ موسیقی
سنت مومیایی یک آیین خاکسپاری ایرانی نیست و شاید بتوان گفت که رضا شاه جزء معدود کسانی است که می‌دانیم پس از مرگ در مصر مومیایی شده و به مدت 6 سال در مسجد رفاعی قاهره به امانت گذاشته شد، تا اینکه اردیبهشت 1329 جسد مومیایی شده او پس از طواف کعبه در مقبره‌اش که همجوار حرم حضرت عبدالعظیم در شهر ری و در گورستان باختوتی بود خاکسپاری شد، درست نزدیک جایی که اکنون جسد مومیایی پیدا شده است. شاید همین دلیل ساده که معمولا کسی در ایران به صورت مومیایی دفن می‌شود اولین گام برای شناسایی جسد مومیایی کشف شده باشد، جسدی که هنوز ابهام کیستی آن برطرف نشده و حتی تولیت آستان قدس حضرت عبدالعظیم پیدا شدن آن را هم تکذیب کرده است. اما با نگاهی دقیق‌تر به این عکس که هنوز صحت حقیقی بودن آن برای رسانه‌ها فاش نشده، با عکس آخرین دقایق خاکسپاری رضا شاه گره‌های بیشتری باز شد. ابتدا به این سلفی نگاه کنید. به نظر می‌رسد که دست راست جسد روی سینه‌اش خم شده و این در حالی است که عکس سلفی مثل آینه عمل کرده و جهت‌ها در آن تغییر می‌کند. پس این تصویر تنها عکس درست از لحظه کشف جسد مومیایی است که دست چپش روی سینه قرار دارد، درست مثل عکس رضا شاه در تابوتش پیش از خاکسپاری. در اینکه بقایای صورت جسد ما را به یاد صورت رضا شاه می‌اندازد شکی نداریم، اما شاید بقایای لباس جسد اطلاعات بیشتری از کیستی آن بدهد. به سراستین‌های جسد نگاه کنید. حالا اگر آن را با جسد رضا شاه در تابوت مقایسه کنید چه نظری خواهید داشت؟ کمی شبیه به نظر می‌رسند، اما سراستین مومیایی کوتاه‌تر است. البته خبر از نشان‌ها و مدال‌ها هم نیست. اگر رضا شاه طبق تصویری که در تابوت می‌بینیم دفن شده باشد، مدال‌ها نباید از بین رفته باشند. برخی گزارش‌های غیر موثق نوشتند که رضا شاه بدون تابوت و با کفن خاکسپاری شده است. از سوی دیگر در عکس تابوت خبری از پوشش پارچه‌ای روی صورت رضا شاه دیده نمی‌شود، اما روی صورت مومیایی محفظه‌ای پارچه‌ای دیده می‌شود که در حال پوسیدن است. همچنین در اطراف جسد و لابلای آجرها اثری از بقایای تابوت هم نیست. خب ببینید، نبودن نشانه هایی که روی لباس رضا شاه بوده و بودن تور، یعنی نشانه ها منظورم ستاره فلزی و اینها، و بودن تور و پارچه شاید به عنوان ابزار مومیایی، آیا خلاف تعلق جسد به رضا شاه رو نشون میده؟ آقای پیرزاده خواهش من بفرمایید، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد، سوالمو عرض کردم خدمت. درود بر شما و درود به همیهنان گرامی. جناب فراحتی، خب این بحث به نظر من خیلی راحت میشه حل بشه اگر واقعا جمهوری اسلامی جرأت داره و از خواست مردم ایران نمیترسه. خیلی راحت میتونن اجازه بدن که یک تیم متخصص از خارج از کشور، میگم خارج از کشور چون اینکه اطمینان 100% داشته باشیم که کارشون رو درست انجام بدن و زیر فشار حاکمان جمهوری اسلامی نباشن، برن به ایران و یک آزمایش دی ان ای انجام بدند و اونجا میتونن بگن که آیا این جسدی که دیدیم جسد رضا شاه کبیر هست یا خیر. به نظر من این کار خیلی راحت میشه انجام بشه. اگر این کار رو نمی کنن، اگر هیچ اطلاعاتی نمیدن در رابطه با این مسئله یا اینکه اطلاعات زد و نقیز همونطور که شما به درستی بهش اشاره کردید، این فقط و فقط به دلیل وحشت بسیار بزرگی که از نام رضا شاه کبیر دارند و از خواسته مردم ایران همونطوری که در دیما هم شاهدش بودیم و چیز دیگری نیست. بله، اجازه بدین که اون گزارش عصر ایرانی که پخش کردیم ادامهش رو ببینیم. بله. برخی رسانه‌ها و گفتگو با یکی از شاهدان روز خاکسپاری، جسد رضا شاه در محفظه بتونی و با انحرافی از محل سنگ قبر و در عمقی پایین‌تر از حد معمول دفن شده است. به نظر می‌رسد زمان تخریب مقبره او تنها زیر سنگ قبر را گشتند که موفق به پیدا کردن جسدش نشدند. اما حالا بیل‌های مکانیکی درست جایی را گودبرداری کردند که کنار محل قبلی مقبره است و جسد پس از عبور از یک سطح سخت پیدا شده است.
جسد مومیایی در ایران اتفاق کوچکی نیست و هر کسی با این سنت در ایران دفن نشده است. او حتی اگر رضا شاه نباشد، امروز بخشی از میراث فرهنگی ایران محسوب می شود و باید حفظ شود. تا لحظه انتشار این گزارش هنوز از سرنوشت جسد پیدا شده اطلاعی در دست نیست و محل کشف آن هم با این پوشش پارچه‌ای محصور شده است. خب من می‌خواستم این گزارش تموم بشه که اون اطلاعات ناقص نمونه. تا بعد برگردیم به ماجرای دی ان ای که آقای پیرزاده فرمودن. یکی دو نکته رو اضافه کنم بنده که یک منبع محلی گفته است در شاه عبدالعظیم که مرد حاضر در عکس سلفی که در فضای مجازی منتشر شد یکی از رانندگان ماشین‌های مکانیکی حاضر در محل بوده است. این منبع محلی گفته که پس از خروج مومیایی از محفظه بتونی که تو فیلم دیدین، آن را در یک محفظه فلزی قرار دادند و در همان محدوده حرم مجدداً دفن کرده اند. این نکته رو اون فرماندار اون منطقه هم گفته. حسن خلیل آبادی رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر تهران هم دفن مجدد را تایید میکند و هم مومیایی بودن جسد رو، علی رغم نشریات سپاه. ولی اونم بیشتر از این میگه خبر ندارم. آخرین خبری که من دارم یه جنازه مومیایی بعد ارزم موضوع چون قرب حرم بعد شرق حوزه علمیه از عبدالعظیم اونجا دیروز کشف شده. بله. ولی مجدداً دفنش کردم. بله. و میخوان به کارشناسا اینا ابلاغ بدن تو عبدالعظیم. آه. یعنی مجدد. امروز احتمالا اینه دیروز دیشب من خبر شدم. بله. امروز قرار فکر کنم امروز دیگه به کارشناسان میراث فرهنگی اینا اجازه بدن بیان بشکافن ببینن برگیر. البته هیچ اجازهی به کارشناسان میراث و غیره ای که ایشون فرمودن داده نشده. اداره تولیت آستان حضرت عبدالعظیم حسنی از ورود کارشناسان میراث فرهنگی به این محوطه و بررسی موضوع جلوگیری کرده است. احمد ابو حمزه ریشناس میگوید منطقه‌ای که عملیات در آن انجام میشد جنازه دیگری دفن نبوده است. در منابعی که من با آن رجوع کردم گفته شده در آن نقطه فرد دیگری به شکل مومیایی دفن نشده. بنابراین اگر این جنازه کشف شده مومیایی باشد 100% مربوط به پهلوی اول است، به خصوص که آنجا هیچ وقت محل تدفین مومیایی نبوده است. تو عملیات توسعه حرم محوطه رو 10 متر حفر میکنن. جسد رضا شاه در عمق 8 متری بوده تو اون محفظه بتونی و همون نقطه‌ای که قبلا مقبره اصلی پهلوی اول بود، یعنی رضا شاه کبیر در همون جا همون اوائل انقلاب از سوی مردم، از سوی خلق مردم، از سوی خلق البته مردم اون دوره و خلخالی تخریب شد. بعد آقای احمد ابو حمزه میگه حوزه علمیه در روزهای اخیر درست در همان منطقه در حال بازسازی بود. من حدس میزنم با توجه به شور انقلابی مردم آن زمان فقط مقبره را تخریب کردند و دنبال جنازه نگشتند. پس اگر جنازه تاریخی باشد مربوط به پهلوی اول است. خلخالی وقتی جسد رضا شاه پیدا نمیکنه همون موقع به دروغ آخوندی میگه که البته رو دست حسین مکی نگاه میکنه که در خاطراتش نوشته، میگه جسد به لس آنجلس برده شد و اصلا اینجا نبوده. شاهزاده رضا پهلوی در بیانیه رسما اعلام کرده است که از همان نخستین ساعت انتشار خبر پیگیری های من و خانواده هم برای بررسی صحت و سقم ماجرا آغاز شد. اینک پس از بررسی تمام شواهد و جوانب ما به این نتیجه رسیدیم که پیکر پیدا شده به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد. ما تأکید میکنیم که پیکر رضا شاه هرگز توسط پدر فقیدم و خانواده پهلوی از آرامگاهش در شهر ری خارج نشد و برخی شایعات منتشر شده در این خصوص هیچ پایه و اساسی ندارد. اجازه بدیم برگردیم با آقای پیرزاده. آقای پیرزاده شما درباره آزمایش دی ان ای گفتین، اینو من از آقای دکتر شعله سعدی حقوقدان در ایران هم سوال کردم، حالا پخش می‌کنیم پاسخ ایشون رو، ولی خواهش می‌کنم بفرمایید که چرا این مهمترین سواله، چرا حکومت این موضوع رو دنبال نمی‌کنه، چرا شفاف نمی‌کنه، چرا دوباره میگن که براشون همون جسد مومیایی شده رو دفن کردن؟
گذاشتن از محوطه بتونی در آوردن، گذاشتن توی محوطه توی محفظه فلزی و دوره دفنش کردن. چرا این چیزی که به تاریخ ایران مربوط هستن فارغ از کی خوبه کی بده، چرا حکومت اینجوری برخورد میکنه؟ سوال بسیار خوبی کردید جناب فراحتی. چون جمهوری اسلامی، حاکمان جمهوری اسلامی وحشت بزرگی دارن از تاریخ ایران، هویت ایرانی و از رضا شاه کبیر. ببینید این نظام الان 40 سال هست که تمام تلاشش رو کرده، میلیاردها دلار خرج کرده که خاطره خدمات پهلوی اول و پهلوی دوم، رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه رو از حافظه مردم پاک بکنه و هیچ چیزی از طرف رضا شاه کبیر و محمد رضا شاه نگذاره که مردم به یاد اون دوران بیفتند. کتاب نوشتند، شایعه درست کردند، فیلم درست کردند، سریال درست کردند، تمام این تلاش ها را کردند. نتیجه چی شد؟ نتیجه این استش که نسل امروز که حتی دوران قبل از انقلاب هم ندیده، نسل امروز ما شاهدش بودیم در دیما که در سراسر ایران در بیش از 100 شهر، در شهرهای نه فقط بزرگ، شهرهای بخصوص کوچیک و متوسط آمدن بیرون و جمعیت بسیار بزرگی و گفتن رضا شاه معذرت معذرت روحت شاد. این دقیقا دلیلی هستش که جمهوری اسلامی وحشت بزرگی داره از حتی نام رضا شاه کبیر، چه برسه به جسد رضا شاه کبیر، چون میدونن که چه اتفاقاتی میتونه بیفته اگر واقعا بیان شفاف بگن که این جسد جسد رضا شاه هست و کجا هستش، کجا دفن شده، یا اینکه در موزه یا در کجا قرارش دادند. ببینید اونم طبیعی هستش، رضا شاه کبیر شخصیتی هست که موقعی که ایران رو به ارث برد ما مملکتی داشتیم که حتی یک نام یگانه نداشتیم، مملکتی بودیم که فقر، بدبختی، بیماری بیداد میکرد، امنیت، نه امنیت درونی داشتیم نه امنیت خارجی، نه دانشگاه داشتیم نه راه آهن، نه جاده داشتیم نه بیمارستان، مملکت هیچی نداشت. رضا شاه در 16 سال خدمتی کرد که تمام زیرساخت‌های لازم از لحاظ فرهنگی، از لحاظ اقتصادی، از لحاظ مدنی رو درست کرد و این زیرساخت‌هاست که هنوز که هنوزه داره جواب میده، هنوز که هنوزه اگر مملکت ما داره میچرخه به لطف دزدی‌های این آقایون که نیستش، که به لطف خدماتی است که رضا شاه کبیر و بعد از اون محمد رضا شاه انجام دادن. و مردم ایران علی‌رغم تمام تبلیغات دروغی که جمهوری اسلامی سعی کرده تو این 40 سال انجام بده، این رو بسیار خوب میدونند و حاکمیت هم از این وحشت بزرگی داره. بسیار سپاسگزارم آقای رضا پیرزاده، عضو دفتر سیاسی شورای ملی ایران برای انتخابات آزاد که از پاریس با ما بودین. ببینید اجازه بدین من در این فرصت باقی مانده برم سراغ آقای دکتر شعله سعدی، حقوقدان در ایران، تهران و استاد حقوق بین الملل. اول از همین سوال، یعنی صحبت مشخصی که آقای پیرزاده کردن، سوال آخر شروع میکنم تا به ماجرای دی ان ای برسم، که چرا جمهوری اسلامی نمیاد، نمیخواد، تا به حال نخواسته که این موضوع مهم تاریخی رو که آیا این جسد رضا شاه پهلوی هست یا نیست، که به احتمال قریب به یقین هست، چرا نمیاد اینو روشن بکنه؟ چرا؟ بابا ببینید، همونطور که شما گفتید، هر چهار در این جنبش مردم در دیماه به نفع رضا شاه و سلطنت داده شد. خب طبیعتاً رژیم فعلی نمیخواد که اولا خیال نداره خودش که براندازی بشه، دلش میخواد برای همیشه بمونه. من یادم میفته به شعر معروف آقای دکتر شفیع کدکنی که گفت پیش از شما به سان شما بی شمارها، با تار عنکبوت نوشتند روی باد، کین دولت خجسته جاوید زنده باد. به هر حال
این شعارها یه مقداری حکومت رو نگران کرده، هرچند که من بعید میدانم که در ایران امکان بازگشت نظام سلطنتی باشه، حتی در افغانستان این امکان برقرار نشد، ولی خب طبیعتاً حکومت همیشه این نگرانی رو داره. خب حالا در پیوند با دی ان ای، اون آزمایش دی ان ای که میتونه به حتی اگر 1% شک و شبهه‌ای باشه که این جسد رضا شاه پهلوی نیست قطعی بکنه موضوع رو، هرچند که شاهزاده رضا پهلوی عرض کردم در بیانیه به صراحت میگوید که ما به این نتیجه رسیدیم که پیکر پیدا شده به احتمال بسیار قوی به رضا شاه تعلق دارد، اون درصد کوچک هم میتواند با آزمایش دی ان ای حل بشه که صحبت شد که هم جمهوری اسلامی میتونه این کارو بکنه، یعنی این آزمایش در ایران انجام بده و بفرسته خارج، و هم یا بفرسته برای به یک آزمایشگاه مستقل مسئول، و هم در همزمان در خارج از کشور اعضای یکی از اعضای خانواده پهلوی میتواند یک نمونه از جسم خودش رو برای دی ان ای ارائه بده و هر دو آزمایش که بشه تکلیف روشن میشه. حالا دکتر شولاسادی، متاسفانه این نیاز به یک اراده سیاسی داره که دو طرفه هم هست. خب ورثه ایشون اگر کسی الان هست میتونه اقدام بکنه دیگه، اونا هم تماس بگیرن و ضمناً این وجه خصوصی و خانوادگی شاید خیلی به اندازه وجه عمومیش اهمیت نداشته باشه. بالاخره یک جسد پیدا شده که مومیایی شده هست، ظاهرا متعلق به کسی هست که سالها پادشاه ایران بوده، کارهایی کرده در ایران و الان تصادفا دوباره کشف شده. خب این یکی از موارد امور حسبی هم هست، یعنی حتی نیازی به متقاضی نداره، حتی اگر ورثه ایشون متقاضی نباشن، این از مواردی که هست که خود حکومت ملزم هست تکلیف رو روشن کنه. مثلا یک کسی اگر تو خیابان افتاد مرد و مجهول الهویه بود، هیچ ورثه از ایشون سراغ نداشتیم، آیا باید تو خیابان بمونه مگر؟ خب این از اون مواردی هست که وظیفه حکومت هست که این رو جمع کنه، کفن و دفن بکنه و اون مراسم رو در واقع براش اجرا کنه و به خاک بسپره. این که رها بکنن به نظرم یک در واقع فرار از مسئولیت قانونی هست. خب حالا جسدی کشف شده که به احتمال قریب به یقین متعلق به رضا شاه، از نظر حقوقی و قانونی شما به عنوان حقوقدان چه وضعیتی رو میبینین در ایران؟ ظاهر قضیه نشون میده که این جسد متعلق به رضا شاه است. با تصاویری که ما دیدیم اینا خیلی شباهت داره، البته یک کار تخصصی است که متخصصین کار باید نظر قطعی رو بدن. و آنچه که مسلم است یک جسدی در ایران حالا پیدا شده به صورت مومیایی و این قطعا ما باید این رو ایرانی بدانیم، قطعا باید مسلمان و شیعه بدانیم، چون دلیل خلافش رو نداریم اصلا. و از همه حقوقی که همه شهروندان دیگه ایرانی برخوردار هستن، این هم برخوردار هست. هم قانون اساسی ما تأکید داره که تبعیض بین افراد، بین آحاد ملت نیست و همه آحاد ملت از حقوق سیاسی، مدنی، حقوق مختلفی که وجود داره برخوردار هستن. هم قانون مدنی ما میگه که کسی نمیتونه حقوق مدنی رو از خودش اصلا سلب کنه، و البته اعمال حقوق مشروط به داشتن اهلیت و زنده بودن هست. اما اگر کسی فوت کرد، اون وقت حقوق و تعهداتش به ورثه‌اش منتقل میشه، و لذا الان ورثه رضا شاه اگر این جسد متعلق به اون باشه، همه حقوقی رو که دیگران دارن نسبت به مثلا امواتشون
این وراثت نسبت به رضا شاه داره و میتونن تصمیم بگیرن که مثلا کجا دفن بشه مجددا، چون این نبش قبلی که شده در واقع به صورت با حکم دادگاه یا به صورت عمدی نبوده، تصادفا یک کار ساخته و ساخت اونجا انجام میشده و لودر یا هر چیز به هر حال خورده و تصادفا این جسد پیدا شد. خب یعنی اگر مسلمان و شیعه نبود نباید محترمانه برخورد میشد با این موضوع و جنازه؟ که میگم از نظر من غیر مسلمان ها هم همون حقوق شهروندی رو دارن که مسلمان ها و شیعه ها دارن، یعنی به هر حال من بکردم مثلا که از حقوق بشر حمایت میکنم، اما اینی که میگم مسلمان شیعه به خاطر اینکه انقدر نذارن روش بگن مثلا این مسلمان نبوده یا شیعه نبوده فرضاً حق نداره در حرم حضرت عبدالعظیم مثلا دفن بشه. بس انگیزه من از بیان این قضیه این هست که به هر حال ایراد شرعی نخوان بگیرن برای قضیه. میدونی که در ایران تابعیت ایران حق مسلم هر ایرانی هست به قانون اساسی و علاوه بر این دولت نمیتونه از هیچ ایرانی سلب تابعیت بکنه، برخلاف بعضی از کشورها دیدید که در مثلا بحرین از یک مبارزی سلب تابعیت کردن، در ایران این امکان هم وجود نداره طبق قانون اساسی. لذا رضا شاه یا هر کسی دیگری از همه حقوق شهروندی و حقوق مدنی در ایران برخوردار هست و اگر من تأکیدی دارم روی اینکه شیعه بوده و مسلمان بوده صرفا به این دلیل هست که اگر تصمیم میگرفته بشه مثلا در جوار حرم عبدالعظیم حضرت عبدالعظیم دفن بشه مجددن شاید ایراد شرعی هم نداشته باشه. از این جهت باید پرده آخر من یه طلبه کوچک با یک جوان برخورد میکنم، میگم اجازه میدی باید حرف بزنم، میگه من از شما آخونده متنفرم، مردشور همه تونم ببر. قشنگ به من گفتن شب و روزگار خوش.